دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوشحالم که مجددا در خدمتتون هستم و مطالبی رو که با هم از سپتامبر شروع کردیم پی میگیرم. جلسه قبل مطالب متفاوتی رو من خدمتتون عرض کردم، اما این جلسه دنباله اون داستانها رو پی میگیریم. قبل از هر چیزی یه مقدار ابیات رو من دنبال میکنم، چند بیتی رو هم ازش رد میشم، ابیاتی که از روش رد میشم مثالهایی که مولانا میزنه. میگه مار همیشه یه برگی، چون لای درخت یعنی لای برگ ها و علفزار ها میره، پرنده خیال میکنه برگه و میاد روی اون بشینه یا بخوره، مار میگیرتش. تمساح یه مثال دیگه میزنه و در حقیقت میخواد بیان کنه که جهان ما جهان آشوب هاست، جهان مکر هاست، حیله هاست، جهانیه که هر طرفش خطری در انتظارته. بعد شروع میکنه به گفتن حرفای خودش. زهر قاتل صورتش شهد است و شیر، هین مرو بی صحبت پیر خبیر. میگه زهر در قندی رود آنگه خورد. یعنی شما اگر مطمئن باشید چیزی ضرر داره، چیزی به دردت نمیخوره یا به درد انسان نمیخوره، مسلماً دنبالش نمیری. باید به نظرت شیرین بیاد که دنبالش بری. میخواد بیان کنه که این جهان ما همه چیز رو به چشمت به صورت شیرین و شهد رنگ میکنه و تو رو با اون در خودش محو میکنه که شیرینیه. بعد پیر خبیر، پیر خبره، پیر کسی که پیری که دیدگاه داره، نظر داره و نظرگاه مهمترین صحبت‌های امشب ما. بعد ادامه میده. جمله لذات هوا مکر است و زرق، سوز و تاریک است گرد نور برق. اگر سور و تاریک است بخونید، سور هم دو گفته شده. تمام اون چیزی رو که ما لذت اسمش رو میذاریم، که بارها صحبت ما بود که لذت در درون خودش سایه رنج رو به همراه میاره، میگه اون لذتی که ریشه در فکر داره، فکر که میاد به حافظه و در حافظه یه خاطره ای رو میخواد دوباره تکرار کنه، من این غذا رو میخوام، من این منظره رو میخوام، من این ماشین رو میخوام، هر اون چی که به هوا برمیگرده، به نفس برمیگرده، هر اون چی که مجازیه و واقعی نیست، میگه این مکره. مکره و زرق، ظاهر زیبایی داره، ظاهری داره که میدرخشه، اما همش دروغه. اما اینکه تاریکه و گرد نور برقه. ببینید شما اگر در بیابون مثلا باشین، جایی که کاملا تاریکه، وقتی که اون برق آسمان میزنه، کنار برق آسمان شما یه چیزی مثل گرد میبینید که روشنه و فکر میکنید که اون روشناییه، یک حالت، حالا بگم رنگی که داره گردیه که کنار اون برق ما در تاریکی آسمون میبینیم. برق نور کوته و کذب و مجاز، گرد او ظلمات و راه تو دراز. گرد او ظلمات و راه تو دراز. میگه اون نور میزنه یک آنه، اون گردی هم که بغل نور میزنه راهی رو برات روشن نمیکنه، اما تو راهت درازه. نه به نورش نامتانی خواندن، نه به منزل اسب دانی راندن. میگه با اون نوری که در
برق آسمان میزنه، نه میتونی کتابی بخونی، نوشتهی بخونی، نامهی بخونی، و نمیتونی با نور اون به خونه حرکت کنی. لیک جرم آنکه باشی رهن برق، از تو رو اندر کشد انوار شرق. میگه به جرم اون که تو در گرو اون نور برقی، برق آسمان که میخوای راهت رو باز کنی و بری، این تونی رو که باید پس بدی، این مجازاتی رو که برات داره، از نور شرق باز میمونی. میکشاند مکر برقت بی دلیل، در مفازه مظلمی شب میل میل. میگه این برق به تو میخواد نشون بده که من روشناییم، دارم میرم، میتونم هدایتت کنم، و تو با این برق فریب میخوری در مفازه. مفازه یعنی کویر، بیابان. مظلم یعنی پر از خار. داره میل میل میبرتت جلو در کویری که خارستانه، کویر خاره، پر از خاره. بر که افتی گاه و در جوی افتی، گه بدین سو گه بدان سوی افتی. یه وقتا به کوه، یعنی اون بلندی هایی که دیدیم توی کویرا، بیابونا یه حالت بلندی داره، یه موقع رو اون بلندی ها میفتی، یه موقع ها توی چاله میفتی. خود نبینی تو دلیل ای جاه جو، ور ببینی رو بگردانی از او. میگه هیچ دلیل، یعنی راهنما، راهنمایی رو نمیبینی، و اگر راهنما رو هم ببینی از اون رو برمیگردانی. قبل از هر چیزی میخوام خدمت نرس کنم که مولانا چی میخواد مطرح کنه. در بیابون هستی و برق میزنه، و با این برقی که میزنه تو خیال میکنی راهتو داری باز میکنی، اما هیچ راهی برات باز نمیشه. قبل از هر چیزی توجه داشته باشید، اشاره به آیه در قرآنه که میگه شما در بیابانی هستید که این بیابان فقط یک آن نور برقی زده میشه و وحشت وجود داره، و شما میخواید با این نور برق راهتون رو باز کنید، اما نمیتونید باز کنید. اگر دقت کرده باشین، تمام صحبت هایی رو که من در دوره پاییز میکردم سر مسائل رنج، وحشت در زندگی، که زندگی ما رنج و درد، تاریکی ها در این دنیا هست، هیچ فراری هم ازش وجود نداره، تمام اینها رو داره مطرح میکنه. حالا این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چی که من در این بیابون قرار گرفتم تاریک و دلیل راهنما رو هم بهش اعتنایی نمیکنم. من صحبتمو از اینجا شروع میکنم. اگر خاطرتون باشه، شاید گفتم شاید نگفتم، دیگه صحبت ها اینقدر زیاده واقعا نمیدونم چیا رو گفتم یا چیا رو نگفتم. بودا 8 پایه اصلی داره. یعنی شما اگر با تو مرام بودا بخواید حرکت کنید، 8 پایه اصلی داره. پایه اول دیدگاه و نظر صحیح، که صحبت اصلی امشب منه. دیدگاه و نظر صحیح یعنی چی؟ نه بدین معنی که خب هر کی یه نظری داره و فکر میکنه که نظر خودش درسته و صحیحه، نه. به این معنی که هر اونقدر که شما به واقعیت نزدیک باشید و هر اونقدر که واقع‌گرا باشید، با واقعیت رو در روشید، خطای انسانی بسیار افت میکنه، اگر نگیم به صفر میرسه، بسیار خطا پایین میاد برای انسانی که با واقعیت رو در رو میشه. این اولین مرحله است. مرحله دوم نیت درسته، همون پندار نیکی که ما ازش صحبت میکنیم، نیت که میدونی کجا اومدی. نیت درست به معنی خیرخواهی برای دیگران نیست. نه اینکه خیرخواهی برای دیگران بده،
ما ولی در اینجا منظورمون این نیست، منظورمون اینه که یک سالک راه در طریقت بودا میدونه کجا اومده، نیتش اینه که میفهمه کجاست، باید چه مراحلی رو طی کنه و در این حال برای خواستن برای هوا نمیاد، هوا رو نمیخواد، نفسانیات رو نمیخواد، اومده برای اینکه به مجاز بودن زندگی رسیده. این یعنی نیت درست. ولی نیت و پندار خوب به این معنی نیستش که ما فکر کنیم که باید برای دیگران فقط خوب بیاندیشیم، نه اینکه اون بده، اون چیز خیلی خوبیه، ولی اینجا منظور اون نیست. سوم، گفتاره. دروغ مهمترین عاملیه که شما را از هر چیزی باز می‌داره. تهمت، غیبت، چیزهایی که متاسفانه به هیچ عنوان به نظر ما نمیاد، یعنی حرفیه که بودا میزنه که اگر کسانی در این مسیر به هر دلیلی تهمت میزنن، غیبت میکنن و یا دروغ میگن، اینها اگر خود من بودا هستم، از بودا نقل میکنم، باور نکنید. کسی که دارای تهمت هست، این تهمت میزنه، غیبت میکنه، دروغ میگه، به هیچ عنوان چیزی رو ازش نپذیرید. بعد کردار صحیح هستش. کردار صحیح میشه همون مسئله اعمال صحیح و اینکه ما در مسیری که حرکت میکنیم اعمال صحیح انجام میدیم. پنجم، معیشت سالم. معیشت سالم هم من برای کسایی که آشنایی ندارن توضیح میدم. معیشت سالم بدین معنی نیستش که من دارم یک کاری میکنم در چارچوب قانون اون کشور یا اون قوم، این چیز خوبیه، اما این مد نظر بودا نیست. معیشت سالم رو به هیچ عنوان به این اطلاق نمیکنه. معیشت سالم یعنی اون شغلی، اون درآمدی رو که تو دوست داری، درونن علاقه نهانی تو رو میکشه به اون سمت میری، نه مثل ما مثلا تو این کانادا یا تو آمریکا اصلا به علاقه نهانیمون کار نداریم. پول کجاست؟ این یعنی معیشت ناسالم ولو قانونیه. توجه میکنی؟ آقا پول کجاست؟ این حرف اضافه است. معیشت سالم یعنی اون کاری رو دنبال میکنی که از اون کار داری درونن ارتباط برقرار میکنی باهاش، اون کار تویی و تو اون کاری. ششم، کوشش صحیح. کوشش صحیح یعنی به کار بردن روشهایی برای بهتر کردن زندگی خود و دیگران. کوشش صحیح نه به معنی اینه که ما بریم ساختمون 200 طبقه بسازیم. کوشش صحیح به معنی این نیست که ما بریم موشک بفرستیم کره ما و درش غرق بشیم که ببین انسان به کجا رسیده. از نظر دیدگاه طریقت بودا، کوشش صحیح ارتباط عمیق طبیعی، اون چیزی که شما به عنوان طبیعت و رابطه ارگانیکی که با هستی دارید در بهبود اون بکوشید، این یعنی کوشش صحیح. نه اینکه ارتباط طبیعی و ارگانیک خودمون رو با هستی فراموش کنیم. یک سری مثل این برق هوا چشم ها رو محو کنیم در یک سری پیشرفت ها و بعد یک مرتبه زیر پای همه چی خالی بشه، ببینیم این کوشش های ما به جنگ ورتمون جلو هزار پله بردمون عقب. توجه میکنید؟ اینها بهش میگن کوشش صحیح. کوشش صحیح به معنی مخالفت با تکنولوژی یا علم نیست، بدین معنیه که خود کرده را حرجی نیست. شما از خود من در نظر بگیرین، صحبت های قبل منو گوش کنین، توی پاییز سال گذشته، دو سال قبل، چهار سال قبل. عزیز من، وقتی که یک
اتاقی رو نشستی، توی این اتاق بنزین بریزی، کبریت بزنی، بگی من آتش بازی رو دوست دارم، میسوزی توش. ما به این میگیم در عرفان قهر خدا، نه اینکه خدا نشسته اونجا داره تو رو تنبیه میکنه، میگه حافظ من کتکت بزنم. این حرفا عوامانه است. اون چیزی رو که ما داریم میگیم بهره برداری نکردن صحیح از توانایی هایی که به تو داده شده، یعنی قهر، یعنی از دست دادنشون. اتفاقاتی که داره برای ما میفته، کدوم یکی از آدم ها باور میکردن این مسئله کرونا به اینجا برسه؟ ولی این تازه آغاز داستانه. ما خیلی بیش از اینها جهان رو نابود کردیم، هستی رو، زمین رو، ارتباط ارگانیک رو، همه رو مسخره گرفته بودیم. و ارتباط ارگانیک برای ما شده بود یک ممر پول در آوردن جدید. و بخوای نخوای اینا تبعات خودش رو داره. بازگشتش میشه این جریاناتی که ما امروز باهاش رو در رویم و همش هم میخوایم بریم فکر میکنیم با کلمات متفاوت میتونیم درست کنیم. این کرونا زمانی که تموم میشه، اون روز خدمتتون عرض کردم، اول آخر این داستان تموم خواهد شد، قطعا تموم خواهد شد. اما با تبعاتش، اتفاقات اکونومی، سیاسی، اقتصادی، همه جور مشکلاتی که بعد از اون پیش میاد، ما رو به حسرت همین روزها خواهد گذاشت که کرونا بود. این یعنی این که کوشش ناسحیح میکنی، رابطه طبیعی ارگانیک خودت رو با هستی از دست میدی. این رو وقتی که از دست دادی محکوم به فنایی. حالا میخوای انا ظلمنا را بنداز، بگو من بدبخت بودم، بگو نبودم، قانون طبیعت. نفت رو ریختی، کبریت رو زدی، آتش میگیره، کسی هم نمیتونه جلوش رو بگیره. کوشش صحیح یعنی استفاده طبیعی از داشته های درونی، که یکیش عقله، که ما به جای عقل فقط و فقط سرعت و مسابقه رو در جلو زدن ملت ها از همدیگه پی گرفتیم. نتیجه هم داریم میبینیم و بعد از این هم خواهیم دید، و بعد از این هم خیلی چیزهای متفاوت دیگه ای خواهد اومد. این تازه آغاز داستان. بگذاریم، چون واقعا زمین و طبیعت ما به مراتب از اون چی که حتی دانشمندان ما فکر میکردن مریض‌تره. صحبتی رو داشتم من چند ماه پیش، توی اون صحبت میگم در سازمان ملل، این صحبت مال اکتبره، نمیدونم سپتامبره که نشستشون بود، میگه زمین اوضاعش وخیم‌تر از اونیه که ما دیگه بتونیم کاری براش بکنیم. تکنولوژی رو متوقف بکنیم، زمین محکوم به نابودیه. متوقف نکنیم، محکوم به نابودیه. اینقدر خرابش کردیم، وقت انتظار داریم چی بیاد اینو درست کنه. حالا باز موقت کرونا میره کنار، دلمون خوش میشه، نمیدونیم دوباره بعد از اون با چه مشکلاتی روبرو میشیم. به این میگه کوشش ناصحیح. حالا تو بگو من با این کوشش ناصحیح اومدم کامپیوتر اختراع کردم. یه کامپیوتر چیز خوبیه، رابطه ارگانیکش با انسان چیه؟ انسان با هستی چیه؟ این ششمه. هفتم مرحله آگاهیه، پایه آگاهیه، که من فکر میکنم بیش از شاید 20-30 ساعت راجع به آگاهی صحبت کردم، رجوع کنید. مرحله آگاهیه. هشتمین پای، هشتمین جا، جایگاه مدیتیشنه. مدیتیشن همون تأملات، همون چیزی که ما بهش میگیم مراقبه یا ذکر و سما. به این نکته توجه داشته باشید، اصل داستان رو هشت مرحله میاد بالا، مرحله هفتمو که رد میکنی میگه مدیتیشن، نه اینکه مدیتیشن رو بیار اول بقیه رو ببر بالا. توجه میکنید؟ این اون صحبت هایی که ما همیشه میکنیم، و توجه باید به این نکته داشت که اول از همه نمیگه مدیتیشن، بعد آگاهی، بعد گفتار خوب، بعد نیت سالم، هیچ کدوم از اینا رو نمیگه. میگه اول باید دیدگاه صحیح باشه، که من تمام صحبت امشب رو دیدگاه صحیحه، که اون چی که ما میگیم دیدگاه صحیح در عرفان یعنی چی؟ وقت ما چجور این تخریب طریقت بودا که این همه من جیغ و داد بکنم، همینه.
ما همه اینا رو ول کردیم. آقا غیبت که ولشون، قانون اشکال نداره، مثل دزدی نمیام ببرنمون زندان که. نه من حقیقت دارم میگم، غیبت نمیگم، من تهمت نمیذارم، دارم راست میگم. اون وقت به خاطر اثبات نظر خودم 10 تا دروغ و تهمت دیگه میگم، اما روزی 3 ساعت مدیتیت میکنم. این جواب نخواهد داد. اون در مرحله هشتمه. اینات باید درست باشه که اون نتیجه بده. توجه میکنی؟ اما برم سراغ صحبتهایی که مولانا میخواد بکنه. ابیات فوق‌العاده مطلب دارن. جمله لذات هوا مکرست و زرق، سوز و تاریک است گرد نور بر. برق نور کوته و کذب و مجاز، گرد او ظلمات و راه تو دراز. ببینید در عرفان ما زندگی رو مطلقا مختص به این حیات مادی که الان توش هستیم میدونید نمیدونید. اون چیزی رو هم که من میخوام خدمتون بگم، ازتون خواهش میکنم خیلی توجه کنید به حرفام. من اینجا این حرفا رو نمیزنم که سرگرمی ایجاد کنم. من این حرفا رو نمیزنم که بخوایم یک چیزی رو بگیم و بگیم خب حالا یک جلسه عرفانی داشتیم. اون چیزی رو که خدمتتون عرض میکنم، اگر به نحوی گوش داده بشه که شما به هر صورتی جنبه استدلالی با من رو در ذهن خودتون متوقف کنید، اون چیزی رو که من دارم میگم چه درسته چه غلطه، نه شما استدلالش کنید به این که چه حرف خوبیه مثبت ببینیدش، نه استدلال کنید به این که چیز بدیه، بابا چه حرف بی خودیه پس اون چی میشه. هیچ کدوم از این کارا رو نکنید. از من دوستانه داشته باشین. اگر با همسرتون، اگه با فرزندتون، با هر کی صحبت میکنید، قبل از این که گوش استدلالی رو باز کنید ببینید چی میگه، باید تاییدش کنید یا تکذیبش کنید یا دلایل بر علیهش بیارین یا به نفعش بیارین، هیچ فرقی نمیکنه. گوش رو کاملا بسپرید که چی میگه، صرف نظر از این که به مقدسات تو داره میگه، به افراد مورد محبت تو داره میگه، خوبشون رو میگه یا بدشون رو میگه. ما زمانی که میگه پر از شهده، زهر قاتل، یعنی چی؟ یعنی من اگر الان بخوام بیام شما رو فریب بدم، میام اون چیزی رو که دوست داری بشنوی میگم، مثلا از فلان آدم بدت میاد بدشو میگم، از فلان سیستم حکومتی بدت میاد فوش میدم، دریوری میگم که فریبت بدم، و یا این که از چیزی که خوشت میاد تعریفش میکنم. وقت نگو کجا مکر نیست، اینجا مکره. تو من رو نفهمیدی، تو اون چیزی رو که دوست داشتی بشنوی شنیدی، در نتیجه قضاوتی هم که روی من داری میکنی روی هوای خودته، نه اینکه حقیقت رو بفهمی. همسرت، دوستت، برادرت، بچت، هر کسی صحبت میکنه، تو نه به تکذیب بگیر نه به تأیید بگیر، فقط گوش بده ببین چی داره میگه، فقط حرفا رو گوش بده. اگر ما که این که میگه گوش سر بر بند از هزل و دروغ، یعنی همینایی که من دارم خدمتتون میگم، تا ببینی شهر جان پرفروغ، یعنی چی؟ یعنی اگر به این صورتی که من گفتم شما گوش کردین، در ژرف‌های روان انسانی شگفتی‌های اتفاق می‌افته که به هیچ عنوان باورش نمی‌کنی، به همین سادگی که من دارم خدمتتون میگم. فقط بشنو، درست میگم، درست میگم، غلط میگم، غلط میگم، تو بشنو، استدلالات رو بذار بعدها، الان فقط گوشتو بده به من. این مهمترین مراقبه است. چرا خیلی کسا از این داستان ها باز میمونن؟ چرا خیلی آدم ها از مولانا، از گفتار بودا، از همه چی باز، مثلا طرفدار یک دینه
تا میگی که آقا تو خدا یک تصویر فوری میخواد جپه بگیره به مقدسات من تو اونجا من باید نابود داری مردم رو منعرف میکنی. طرفدار علم میگی آقا علمی که در اختیار دانشمندا و بخواه الان دانشمندا که جای خود دارن، اینه کسانی که خودشون خیلی طرفدار علمشون میدن، خیال میکنن نشون بدن علمشون میره بالا. بگو آقا جان علم زمانی ارزشمنده که در راه منافع صحیح و ارتباط صحیح انسان با طبیعت حرکت کنه، نه در راه نابودی طبیعت. این از داشتن علم به مراتب بهتره. او به علم گفتی آقا ما با علم مشکل نداریم، خاتم مهر ملک سلیمان است علم به قول مولانا، اما بفهم ما چی میگیم. اینو مسئله است. ما داریم میگیم زمانی که یک چیزی ویرانگر شد، در نتیجه اون چی که به سرت میاد تبعات اونه دیگه. ان ظلم ران انداز، باید قبولش کنی. حالا شما به صحبتهای من فقط گوش بدید، به همین این صورتی که من میگم، نه تاییدش کنید نه تکذیبش. وقت یواش یواش شکوفایی در اعماق روان خودتون رو ببینید. اگر به این نحو خوب بگیرید که هر صحبتی رو گوش کنید، قضاوت خوب و بد نکنید، بعدها این خودش رو به شما نشون میده. ببینید یکی از مسئله هایی که خیلی مهمه، ما در این بیابانی هستیم، در این مفازه بیابان کبیر در جایی هستیم که مطلقاً تاریکه. برگردید به صحبتهایی که من کردم، گفتیم چی؟ بیشتر از 40 تا 60 بایت از داتاهایی که داره هر ثانیه میاد وارد بدن ما نمیشه. یعنی ما کاملا نسبت به بیرون بیگانه ایم. این صحبت های من خاطرتون هست دیگه. از این هزاران هزار فقط 40 تا 60 بایتش رو ما پروسه میکنیم، بقیه شو نمیفهم. خب تاریکی یعنی همین، یعنی نمیدونی اطرافت چه خبره. بر اساس همین 60 بایت 40 بایت حالا 50 بایت میخوای روشنایی ببینی، فقط یک برقی رو میبینی، این کار نخواهد کرد. من این موضوع رو برای اینکه باز کنم که این برق هوا که ما ازش صحبت میکنیم، اینها این لذات همش مکره، میام سراغ یه داستانی، میام سراغ این موضوع که چندین و چند سال پیش، یادم نیست 2012 بود 13 بود، بحثی داشتم راجع به ترس. خیلی موضوعات رو مطرح کردم، ترس، نادانی، بسیاری چیزهای دیگه جزو همین این لذات هواست. لذات هوا که ما میگیم دروغه یعنی چی؟ من یک نکته ای رو مثل ترس باز میکنم در قبال این موضوع، همه چی یواش یواش میک سنس میکنه، همه چی یواش یواش میاد روشن میکنه خودش رو. ببینید ما انسان ها نمیتونیم منکر این بشیم که ما در زیر فشار و سلطه مقایسه زندگی میکنیم، قیاس. همونی که مولانا میگه اول کسی که قیاس کرد ابلیس بود. یعنی چی؟ یعنی شما اگه برگردیم به 60 سال پیش مثلا، ما تلفن دستی های امروزی رو نداشتیم. برگردیم به 100 سال پیش، من چه میدونم، هواپیماهای مافوق صوت نداشتیم، نمیدونم فلان نداشتیم فلان نداشتیم، ولی الان داریم. و الان 100 سال دیگه بعد از این چیزهایی رو خواهیم داشت که الان اصلا شاید تصورش هم نمیتونیم بکنیم. به این میگیم پیشرفت، به این میگیم توسعه، درسته؟ چون مقایسه میکنیم این رو با اون. اساس فکر بر مقایسه است، بر قیاسه. من درآمدم رو با شما مقایسه میکنم، شما زیباییت رو با من مقایسه میکنی، من هوشیاریم رو با شما مقایسه میکنم، شما فلان موضوع رو با من مقایسه. ما همش در
مقیاسیم، همش داریم همدیگر رو قیاس میکنیم. ما در زمانی که هستیم فکر میکنیم که مثلا دارم میگم من اگر نقاش معروفی نشم حالا چی میشه، فلانی هست من نیستم. ما حتی دوتا کتاب رو با هم مقایسه میکنیم، این خیلی مهمه، در صورتی که هیچی با هیچی قابل قیاس نیست. ما پیشرفت ها و پسرفت ها رو با هم مقایسه میکنیم. قیاس یکی از تبعات بزرگی رو که داره عزیز من ترسه، ترس از این که تو حرکت کنی بری جلو و من از تو عقب بمونم، تو پیشرفت ها رو داشته باشی من نداشته باشم. این یه نکته رو اینجا داشته باشین. حالا من خدمت شما عرض میکنم ترس یعنی چی؟ ترس یعنی چی؟ من از شما سوال میکنم، آیا واقعا تا حالا با خود ترس روبرو شدین یا با مفهوم ترس روبرو شدین؟ این دوتا با هم خیلی فرق میکنن. این که شما با مفهوم ترس رو در روشین تا این که با خود ترس رو در روشین. من میترسم از این که تو زندگیم موفق نشم، من میترسم از این که تو زندگیم پولدار نشم، من میترسم از این که بمیرم، از مرگ میترسم، میترسم از این که مریض شم و خیلی چیزهای دیگه. آیا هیچ کدوم از اینها رو من رو در رو باش رو برام به وجود اومده با ترس آشنا شدم به طور واقعی، یا فقط از مفهوم مردن میترسم؟ من که نمردم، فقط از مفهومش دارم میترسم. چرا این اتفاق برای من میفته؟ من هنوز که زندگیم تموم نشده، راه های موفقیت بسته نشده، از کجا میدونم موفق نمیشم؟ بذارید یه مقداری بیشتر توضیح بدم، چون حرفم خیلی مهمه که درک بشه. اگه درک بشه خیلی مسائل حل میشه. ببینید، شما یک خاطره ای از فرض کنید یه سگ دارین، یه سگ یه جایی بهتون حمله کرده، درسته؟ الان شما بلند شدین، حالا امروز کرونا هست و اینا نمیشه، ولی قبلنا شب میگید برم توی یه پارکی قدم بزنم، پارک خورده خلوته، بلا فاصله حافظه شما فعال میشه، زنده میشه که نکن یه دفعه اینجا یه سگی باشه، از صاحبش دور شده، یا ولگرد باشه، یا هرچی به من حمله کنه. این مفهوم هی سیطری ذهن شما رو میگیره. اصلا میبینید که یه دفعه دویدید سمت ماشین و برید تو ماشین بشینید، در صورتی که اصلا سگی وجود نداره. پس یک چیزی هست به نام مفهوم ترس که ما این رو همیشه به جای خود واقعیت ترس درک میکنیم. ما خود واقعیت رو درک نمیکنیم. مفهوم ترس برای ما فقط مشکلات به وجود میاره، ما رو فقط در چالش های خطرناک میندازه. مفهوم ترس با ما برای ما چیز خوبی نیست. حالا من از مردن، مهمترین موضوع انسان، من از مردن میترسم. چرا میترسم؟ مگه من مردن رو درک کردم؟ اگه مردن رو درک کرده بودم که درک کرده بودم مرده بودم دیگه، زنده نبودم که. ببینید، ما میبینیم یه نفر میمیره و میدونیم خودمون هم میمیریم. وقتی که داریم اون رو از دیدگاه این ور نگاه میکنیم، دیدگاهی که زنده هستیم، از این موضوع وحشت میکنیم و با این وحشت همیشه داریم زندگی میکنیم.
که وای اگر من بمیرم اونجوری که اون فلانی مرد شد میشم، درسته؟ و بسیاری چیزهای دیگه. اگر من فرض کنم، بیایید با هم یه مثالی رو دنبال کنیم، من اگر بیام و اینطور ببینم با مرگ بدون هیچ پیش فرضی رو در روشم، بدون هیچ گونه فکری رو در روشم، یعنی بشم خود مرگ، چه اتفاقی میفته؟ شما وقتی که میشید عین شکست، دیگه تصور شکست نیست، شکست خوردید، میشید خود موفقیت، میشید خود بیماری، با واقعیت بیماری رو در رو شدین. دیگه این تصور واقع بیماری نیست، این واقعا بیماریه. شما با واقعیت بیماری رو در رو شدین. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی عزیز من، فاصله مشاهدگر با مشاهده شونده از بین میره، مشاهده شونده ای وجود نداره، تو عین اون واقعیتی. اگر خاطرتون باشه زمانی که راجع به مشاهدگر و مشاهده شونده صحبت میکردیم، صحبت ما این بود که وقتی بین مشاهدگر و مشاهده شونده یک فاصله چند هزارم ثانیه به اصطلاح خیلی کوتاه به وجود میاد، مشاهدگر خودش رو مشاهدگر میبینه و تصویری رو مشاهده شونده میبینه. یادتون میاد این فاصله زمانی؟ زمانی که این حالت به وجود میاد که فاصله بسیار کوچکی بین مشاهده گر و مشاهده شونده است، یعنی چی؟ یعنی شما با واقعیت مرگ، با واقعیت مریضی، با واقعیت شکست، با واقعیت موفقیت، با واقعیت هر چیزی رو در رو نشدید، با مفهوم اون رو در رو هستین. ای وای اگر این بشه چی میشه؟ خب اصلا هم چیزی نشده، فقط یه تصوره، درسته؟ وقتی که این تصور وجود داره فاصله هست بین مشاهدگر که شمایید و مشاهده شونده که اون ترسه، یعنی اون تصویریه که مریض بشم، بمیرم، بیپول بشم و هر چیز دیگه، فاصله کوتاهی در ذهن میاد. به محض این که این فاصله به وجود میاد، سه فاکتور اصلی در اینجا حرکت میکنه. یکیش خود زمانه که همون فاصلهی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، یکیش خود فکره که میاد اونجا و قشنگ داره جولان میده، و حالا پدیده سومیه که ترسه. وقتی که این فاصله وجود داره، ما فقط از تصویراست که میترسیم، نه از واقعیت ها. وقتی که رو در رو میشیم با واقعیت به اون صورتی که واقعا هست، اون وقت میبینی خود واقعیت رنجش از تصور واقعیت بسیار پایین تره. توجه میکنی؟ این اون مسئله تاریکی هاست، این اون مسئلهیه که من و توی انسانی باید در نظر بگیریم که بسیار به عرضم عنایت کنید. اون چیزی که این برق داره میزنه و گرد اطراف این برق در این تاریکی های زندگی ما، من اصلا نمیدونم مردن چیه، برای من کاملا تاریک. کی میدونه مردن چیه؟ تا کسی نمیره که نمیتونه بدونه مردن چیه. پس در نتیجه تو این تاریکی یک گرد، این گردی که در این برق داره میزنه در کنار این برق، برای من یک تصوری رو داره ایجاد میکنه که خیلی وقتا مردن واقعی از تصور اون مردن راحت تره. تصور میکنی؟ خیلی مهمه. چرا خیلی کسایی رو که میخوان اعدام کنن در
کشورهای مختلف اینها رو میان و چندین و چند وقت در یک جای نگرشون میدارن که بهشون میگن میخواییم اعدامت کنیم، برای اینکه اون تصور اینو بیشتر شکنجه میده. ولی وقتی یه تیر بزنن تو مغزش که تموم شده رفته دیگه. دقت میکنین؟ هر اون چی که این فاصله بینه مشاهدگر و مشاهده شونده، این مشاهده شونده هر چی میخواد باشه، این فاصله بلا فاصله حضور فکر رو میاره و فکر شروع میکنه به جولان دادن و تو رنج میبری، ولی این رنج رنج واقعی نیست، نه اتفاقی افتاده نه قرار اتفاقی بیفته، فقط یک توهم. حالا شما اگر بخواید تصور کنید که، یعنی اون چیزی رو که این فکر در این فاصله زمانی برای شما میسته بین مشاهدگر و مشاهده شونده، بین هر مشاهدگر و مشاهده شونده ای که ما داریم، ما همیشه دنبال امنیت مطلق میگردیم، یعنی داریم میگیم که آقا من مطلقاً باید همه چیز برام امن باشه. طریقت حضرت بودا یا حضرت مولانا میگه خواب دیدی خیر باشه. یک همچون امنیتی در جهان نه وجود داشته، نه وجود داره و نه وجود خواهد داشت. هر سیستمی هم که میگه من این امنیت مطلق رو میارم، برای این که میدونه ساده ای، اکثرا آدم کوکی هن، میگه بذار بگم، خب اینا که هرچی ما بگیم اتوریتیم قبول میکنن. امنیت مطلق وجود نداره. تو باید بیای و به جای اینکه زیر نور برق بری، بری به سمت شرق. شرق جاییه که در حقیقت آفتاب طلوع میکنه دیگه، آفتاب حقیقت، انوار حقیقت رو باش رو در روشی. یعنی چی؟ یعنی باید طوری زندگی کنی که ذهن تو، یعنی ذهن تو جلوتر از واقعیت نیفته، یعنی ترس تو این فاصله ها زودتر از واقعیت حرکت نکنی. یعنی چی؟ یعنی عزیز من، زمانی که این اصلا قانون اصلی عرفانه، اساسا از حضرت زرتشت بگیرید تا بودا بیاین تا مولانا، این یعنی همین، تو دارای توانی هستی که وقتی با واقعیت رو در رو شدی، بدون اینکه این تصور رو داشته باشی، تصور از ترس رو داشته باشی، اتوماتیک با واقعیت خودت میتونی هندل کنی، میتونی باهاش کنار بیای، میتونی باهاش بجنگی، میتونی ازش فرار کنی، میتونی باهاش دوست بشی، به شرطی که واقعیت با واقعیت برخورد کنه، نه با توهمش، نه با تصورش. توجه میکنی؟ وقتی که شما الان توی جایی نشستین، نه همین جایی که دارین منو تماشا میکنین، اگه خدای نکرده یه مار از پنجره بیاد، تو اینجا رو نگیرید، نه فرض کنید بخوای نخوای جهش میکنی، این که تصور مار نیست، این واقعیت ماره، بخوای نخوای جهش میکنی و تو نمیتونی اونجایی که نشستی همش بترسی که ای وای اگر من یه دفعه مار اومد تو چیکار کنم، سگ به هم حمله کرد چیکار کنم، ورشکست شدم چیکار کنم. و ازتون خواهش میکنم به هیچ عنوان حرف ما این نیست که پلان نکن، برنامه نریز. برنامه ریختن با ترسیدن خیلی فرق میکنه. توجه میکنین؟ اینا رو میگم برای کسایی که به ما آشنایی ندارن، هی فکر فعال نشه بخوان اراده بی حساب کتاب بگیرن. پس زمانی که شما در حینی که یعنی شما از یک اورنسی، یک آگاهی برخوردارید که به جای این که همش توی این تصورات و توهمات تصویری در این برق که داره میزنه گم بشید، به محیط خودتون کاملا آگاهید، بر شرایط زندگیتون آگاهید، اون موقع میبینید که انسان در عملکردها معنی پیدا میکنه. انسانیت یعنی زمانی که شما به عملکرد میرسید، با آگاهی داری عمل میکنی. انسان در ایده فقط یک مکر و زرق، دروغ، مجازه. انسانی که همش از ترس
این که داره میترسه از تصورات خودش از واقعیت بیرون بی اطلاع میمونه. انقدر یه موقع هایی از یه چیزایی داره میترسه که سگه، ماره، عقربه بهش حمله میکنه اصلا نمیفهمه. بابا واقعیت اونه، نه این تصورات تو. توجه میکنی؟ پس اگر ما یاد بگیریم، اگر ما یاد بگیریم که فقط گوش بدیم، نگیم آی 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 این بر علیه فلانی داره حرف میزنه، تو نمیدونی چی داره آقا، بدو هم جلو، ای وای از بین رفت همه چی. فقط گوش بدیم، به بچه‌مون هم همینجوری گوش، برادرمون، دوستمون، همسرمون، اون وقت شکوفایی این زندگی و خلاقیت در ما به وجود میاد. این نوع برخورد با زندگی، به طرف شرق رفتنه، به سمت نور رفتنه، یعنی اینکه انسان آفرینش رو تجربه میکنه، آفرینش رو تجربه میکنه. اینایی که مولانا داره میگه، حالا میخونم همین ابیات رو، نه به معنی اینکه شما آفریننده میشید، نه، نه به این معنی که شما یک اثر هنری حتی خلق میکنید، میرید یک کمپونیست میشید، نه، شما در آفرینش بدون زمان تجربه پیدا میکنید، در هستی بیکرانه تجربه پیدا میکنید، یعنی که ژرف ها و عمق روان شما رو باز میکنه. این گوش سر بربند از حزد و دروغ، یعنی وای نیستا منو تأیید کن یا منو تکذیب کن، تو به من چی کار داری؟ تو فقط گوش بده، این من میخواد هر کی باشه. اخ ببین، این چیزایی که ما میگیم عملا شکوفا میشه یا شکوفا نمیشه؟ عزیز من، یه داستانی رو من براتون بگم، حالا اینقدر همین صحبت ها هی میاد وسط. یه بزرگی میگفتش که ما میخواستیم یه ازدواج انجام بدیم، توی اون دهی که بودیم، شهری که بودیم، میخواستیم ازدواج کنیم، یه دو نفر میخواستن ازدواج کنیم، رفتن یکی آوردن که ازدواج کنه، مثلا این صیغه عقد و اینجور چیزها رو جاری کنه. میگه این آقا اومد و برگشت به دختر خانم گفتش که خانم، شما این آقا رو میخوایی تا آخر اون باهاش زندگی کنی؟ گفت بله. با آقای گفت شما هم حاضرین در همه شرایط با این خانم زندگی؟ گفت بله. گفت مبارک باشه. بلند شد. گفتن آقا صبر کن، باید حالا کلی عربی بخونی فلان. آقا جان اصلش همینه که این دوتا همدیگه رو بخوان با هم زندگی کنن. اینا رو درست کردن که بگن آقا کار ما تخصصیه. حالا تمام این مسائلی هم که شماها دارید میبینید درست کردن که بگن آقا کار تخصصیه. آقا اصل اینه که این دو نفر دلشون پیش هم باشه. الان هم اصل داستان همینه که من دارم خدمت شما میگم. اصل داستان اینه که شما میخواید، شما میتونید آفرینش بی زمان رو، حرکت هستی رو، درکی بهش داشته باشین. اون درک اینه که گوش رو به این صورتی که من خدمتتون میگم، اون طرف هم با واقعیت اونطوری رو دروشید که واقعیت هست، نه تصور واقعیت، نه تصور واقعیت. و الا به راحتی یک کودک خردسال فریب میخورید، چون اون رو که دوست داره، دوستداری بهت میگه. الان شما ببینید همین مسئله کرونا پیش اومده، بسیار نکته رو بهش عنایت کنید. خب مریضی یک واقعیتیه، میتونه خطرناک باشه، کشنده باشه، همه اینا میتونه باشه. ما خب دستورهای بهداشتی داده میشه، حالا چیزای بهداشتی، دکترها، پزشکا، همه اینا ما هم رعایت میکنیم، تو فاصله میمونیم، تو خونه هامون میمونیم، بیرون نمیایم و اینجور چیزها. اما همون تصور ترس، باور کنید یه چیزی رو میدیدم که نمیدونم یک کدوم از این خبرگزاریا بود، فاکس نیوز بود یا سی ان ان، آورد یه پروفسوری و یه آقایی معلوم نیست توی چین کجا ورداشته یه چیز نوشته که آقا آب لیمو کرونا رو خوب میکنه، میلیون ها میلیون ویو خورده، که حالا هیچی، کشف بزرگی که شده. بعدش مردم شروع کردن با آب لیمو خوردن،
این آقا حرف خوبی میزد، پروفسوری بود، گفت آقا لیمو سبزیجات چیز خیلی خوبیه، اما والا هیچ تأثیری رو کرونا نداره. این خبرنگار گفتش که پس چرا یه همچون شایعاتی رو میدن؟ گفت این مردم میترسن. تصور این ترس هست؟ وقتی تصور این ترس وجود داره، آقا آب لیمو بخوریم. خب آب لیمو بخوریم. آقا پشه ناقل نمیدونم کرونا، آقا پشه کجا ناقل، کدوم مرکز علمی اینو گفته؟ حالا میخواین من بیام اینجا به جای اینکه این حرفا رو بزنم بگم آقا اینقدر زیمزومزوم کنین، دوتا دعا و تلسم من بلدم، از آسمون اومدم رو زمین، این تلسما رو بهتون میدم، شما از کرونا نجات پیدا میکنید. به خدا شنونده هاش بیشتر خواهند بود تا واقعیت. همون اونهایی که طرفدار همون علمن. پس ببینید با ما چه میکنه تصور ترس. تصور ترس، ما فکر میکنیم با این تصور، حالا بگو اینا مخربه، اینها مخربه، اینها واقعیت نیست. نه تو حال منو نمیفهمی. ولی وقتی که میگی آقا راهکار اینه، تو باید اینجوری برخورد کنی، فرد متوجه نمیشه، چون اون تاریکی رو دوست داره که مولانا داره به این اشاره میکنه. این رو در رابطه با ترس، اون تاریکی رو خواستم ببینی. وقتی شما رو در رو، حالا همش همینه، شما میخواین آفرینش رو بفهمید، شما میخواید با هستی ارتباط برقرار کنید، شما میخواید مراتب تکاملی درون، جهش های روانی رو بگذرونید، عزیز من با دانسته ها تو نمیتونی با شناخته ها ناشناخته ها رو بفهمی. تو وقتی میتونی با ناشناخته رو در رو بشی که ترس روانیت رو ریختی. تو وقتی که میترسی با کدوم ناشناخته میخوای رو در رو شی؟ و همیشه انتظار، چرا بازار شیادها همیشه گرمه؟ برای این که ناشناخته رو با شناخته های من و شما هماهنگ میکنن و ما اونو راحت تر میپذیریم و بعد با هم به رقابت میفتیم. هیچ فرقی نمیکنه. من امروز جام تو بهشته، مطمئنم من این کاریو کردم که دینم گفت. تو قصه بخور، تو از من عقب تری، هیچ فرقی نمیکنه. اینها همش رو در روی با واقعیت که ازش صحبت میکنیم، یعنی این که شما زمانی که تصور ترس درت وجود داره، زندگی زیر ترس پلیدترین نوع زندگیه، چون پر از کینه میشی، پر از نفرت میشی، در جایی که نفرت اوج داره و شکوه داره، عشق چه معنی میخواد پیدا کنه؟ گفت دین من از عشق زنده بودن است، در جایی که فقط توهم، فقط تصور ترس وجود داره و کینه و نفرت درش کاشته شده، شما به چی میخواییم برسید؟ عشق کجاست؟ باز میریم سراغ چی؟ تصور عشق. میریم سراغ تصور عشق، نه خود واقعیت عشق، چون با اونا کار نداریم. ما فقط در این تصورات زندگی میکنیم. ما میریم سراغ تصور دانایی، با خود دانایی کاری نداریم که. درست شد؟ دو مرتبه براتون میخونم که بهت امیدوارم باز کرده باشم. این برق آسمون، این گرتی که کنار این برق هست که همیشه دیدین، در حقیقت زندگی کردن در تصوراتیه که فاصله بین مشاهدگر و مشاهده شونده به ما تحمیل میکنه. به همین خاطر ما همیشه از حقیق واقعیت بدوریم، هیچ وقت با خود واقعیت رو در رو نمیشیم. نه به نورش نامه تانی خواندن، نه به منزل اسب دانی راندن. با این چیزا نه تو به واقعیت میرسی، نه میتونی به حقیقتی برسی. لیک جرم آن که
باشی رهن برق از نور، از نور رو اندر کشد انوار شرق. ببخشید، از تو رو اندر کشد انوار شرق. ببینید، به هر آنچه که دل خواهی سپرد در نهان چیزی از تو خواهند برد. تو این موضوع شک نکنید. 5 سال پیش 7 سال پیش ما این شعر رو میخوندیم. عزیز من، ما در این جهان قدرت عاملیت داریم، یعنی هر آن کاری رو که انجام میدیم تأثیرات خودش رو داره. ما نمیتونیم بیایم بگیم آقا جرم ما چیه. هر چه که میکنی، این حرفی رو که من جلسه قبل هم زدم، عزیز من، این همه ویران کردیم، حالا انتظار داریم زمینم سالم بمونه دیگه. جرم چی کردیم؟ آدم نکشتیم که. کل منبع حیات آدمی رو نابود کردیم و هممون تو این دخیل بودیم، تک تک افراد بشر. حالا چرا فکر میکنیم جرم نباید داشته باشه؟ حالا چرا فکر میکنیم نباید تبعات داشته باشه؟ حالا چرا فکر نمیکنیم آدم کوکی شدن ما اجازه میده بر اربابان ما که هرچی که میخوان با ما بکنند؟ و اینم کارهای ماست دیگه، خودمونم میخورده ببینیم. باید در آغوش بگیری اون چیزی که هستی، یعنی ببینیش، ببین چقدر کوک بودی. میگه به جرم این که تو در این تصورات میمونی، نور شرق از تو گرفته میشه، تو نمیتونی به شرق نزدیک بشی، به جایی که منبع روشناییه. میکشاند مکر برقت بی دلیل، در مفازه مظلمی شب میل میل. در این بیابانی که یادتون هست چقدر تو پای صحبت کردم، جنگل تاریک، وحشت ها، آتش قبیله، این جهان ماست. میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن، اینی که امنیت مطلق وجود داشته باشه هرگز در این جهان وجود نداره، هیچ وقتم نداشته، هیچ وقتم نخواهد داشت. این از پایه های اصلی این زندگیه و تو باید بدونی با این واقعیت باد رو در روشی. با این واقعیت که باد رو در روشی، اعتماد به نفس میخواد، قدرت این رو میخواد که بتونی در آن تصمیم بگیری با آگاهی. توجه میکنی؟ حالا بر که افتی گاه و در جوی افتی، در جوی افتی گه بدین سو گه بدان سوی افتی. یعنی بدون این نتیجه کاره. خود نبینی تو دلیلی جاه جو، ور ببینی رو بگردانی از اون. یکی راه نمام ببینی بخواد بگه آقا بیا برو سراغ واقعیت، تصور رو ول کن، فوری رو تو برمیگردونی. که سفر کردم در این ره 60 میل، مرمرا گمراه گوید این دلیل. آقا جون، من 60 دارم توی مسیر میرم، حالا تو در نظر راه نما اومدی به من میگی که اون چی که تا حالا زندگی کردی غلطه؟ ببینید تعهدی که ما به توهم میدیم، این اون چیزیه که ما عشقی که داریم به اون فاصله زمانی و تصوراتمون. گر نهم من گوش سوی این شگفت، ببخشید سوی این شگفت، زمر او راهم ز سر باید گرفت. آقا چون ما 60 سال دنبال این عقیده بودیم، دنبال این دین بودیم، اصلا دنبال هیچی نبودیم، اهل ایش و اشتر دین بودیم، همش دروغه. حالا اگه بخوام برم به حرف این آدم گوش بدم، مولاناست، بودا، هرکی راهنمای راهه، آقا با دوباره همیست که از اول شروع کنم. سخت شد، سخت شد دیگه، چون با دوباره از اول شروع کنم. اما اگر بودا بیاد یا مولانا بیاد بگه ببین 4 دفعه این دعا رو بخون، 6 دفعه هم اون کار رو بکن، تموم شد مشکلت، اونو میخری ولی حقیقت رو نمیخری. پس ببینیم، در آغوش بگیریم خودمون رو که آقا ما خودمون چقدر فریب و دوست داریم و وقیحانه از حقیقت صحبت میکنیم. من در این ره عمر خود کردم گرو، هر چه بادا باد. ای خواجه برو، ای آقا ما یه عمر همین بودیم، هر چی میخواد بشه، برو آقا ول کن.
اما فراموش نکن تکرار مجدد در این یونیورس و هستی محاله. یک بار این شانس داده شده که تو در این شرایط، در این کشور، در این خانواده، در رودرویی با مولانا، آموزش مولانا، یک بار این فرصت به تو داده شده. هر جور صلاح میدونی، تکرار مجددت محاله. راه کردی لیک در زن، در زن چو برق، عشر آن ره کن پی وحی چو شرق. راه کردی لیک در زن چو برق، عشر آن ره کن پی وحی چو شرق. بابا جان 60 سال دنبال این تصورات رفتی، عشرشو، یک دهمشو، 10% رو بیا و با رو در روی با واقعیات صرف کن، ببین به کجا میرسی. زن لا یقنی من الحق خانده ای، و از چنان برقی ز شرقی مانده ای. اشاره میکنه به سوره نجم در قرآن که شما با زن، یعنی با گمان، هرگز براتون اکتفا نمیکنه که به حقیقت برسین. با تئوری تو به حقیقت نمیرسی، باید با حقیقت رو در روشی. هی درا در کشتی ما ای نژند، یا تو آن کشتی بر این کشتی ببند. میگه که بیا تو کشتی ما نژند، یعنی غمناک، ای کسی که سر تا پای زندگیت شادی رو از دست دادی، یا کشتی تو به کشتی ما ببند، دنبال ما بیا. گوید او چون ترک گیرم گیر و دار، چون روم من در طفیلت کوروار. این آقایی، این آدمی که توی این تاریکی بوده، میگه چجوری من این زندگی رو ول کنم؟ بابا جان خرج دارم، خانواده دارم، هی داستان درست میکنیم، وقت دارم روزی 2 ساعت 4 ساعت به بتالت پای خزعبلات این دنیای مجازی بگذرونم، اما وقت ندارم توی این مسیر حرکت کنم. اونجاها بلافاصله گیرودار مطرح میشه، خرج، خانواده، اینا فوری میشین پشت این سپرها. کور با رهبر به از تنها یقین، زان یکی ننگ است و صد ننگ است از این. میگه کور باشی ولی راهنما داشته باشی بهتر از اینه که نداشته باشی. میگریزی از پشه در کجدمی، میگریزی در یمی تو از نمی. میگه آقا جون تو از پشه فرار کرده فی تو بغل عقرب، تو برای اینکه یک ذره نم هست، از نم و خیسی خوشت نمیاد، رفتی سمت دریا، میری توی دریا. میگریزی از جفاهای پدر، در میان لوتیان و شور و شر. ببینید چقدر تشبیه میکنه که چقدر وحشتناک داستان. تکرار مجددت محاله. میگه ببین، پدرها در قدیم میدونید اصلا رسم بود، پدر باید ابهت میداشت، یعنی به جاش باید کتک میزد، به جاش باید جفا زیاد میکرد، بچه باید از پدر میترسید و پدری مثلا مقبول بود که وقتی میامد تو خونه بچه ها همه دیگه میمردن، صدا از کسی در نمیامد، درساشونو میخوندن. میگه ببین تمام این جفاها، تمام این بدیهایی که پدر میکنه، که میکرد و حالاش هم به شکل دیگه ای میکنیم، اسم عشق و محبت هم روش میذاشتیم، اولاد چیزی دیگه ایه، اینا رو میگفتیم، ولی میگه با همه این حرفا، جفاهایی که پدر در حق تو میکنه، تو پدرتو گذاشتی میری سراغ کودک آزارا، لوتیا یعنی اینا، میری سراغ کودک آزارا چون اونا بهت محبت میکنن، دست سر گوشت میکشن، چون برای اینکه مقصد شومی باهات دارن، دارن نوازشت میکنن، وقت تو جفای پدر رو که هر چی باشه در نهایت تهش محبت به توه و دوست داشتن توه، گذاشتی رفتی سراغ اونا که اونا نوازشت کنن. همینایی که من خدمتون میگم، رو در روی با جفاهایی که یک پیری مثل مولانا میکنه، سفت میگیره، میگه اینی که دارم میگم این رو رها میکنی، اما میری سراغ کودک آزاره که یه دعا بهت بدن کارت حل شه، یه آبلیمو بخور کرونا حل میشه.
اگر این ذکر رو اینجوری بگیری و اونجوری بکنی، تمام رفتی توی درک آفرینش بی زمان. ما واقعا میریم تو بعد پیاه این لوتیا برای اینکه این جفاها رو نمیخوایم. میگریزی همچو یوسف زندوهی، تازه نلعب افتی در چهی، در چه افتی زین تفرج همچو او، مر تو را لیکان عنایت یار کو. میگه که وقتی که بری دنبال اینجور مسائل، کارت اول آخر توی چاه افتادنه. گر نبودی آن به دستوری پدر، بر نیاوردی ز چه تا حشر سر. صحبت سر اینه که اگر به اصطلاح نسخه پدر، منظور همون حضرت یعقوب هستش، نبود، و یا اگر پدر دنبال داستان یوسف نبود، یوسف در همه اون چاه میموند. و با وجود اینکه یعقوب میدونست که این جایی که این داره میره، به تفرجی که با برادرها میخواد بره، در چاه افتادنه. اما ببینید که چی میگه. آن پدر بهر دل او اذن داد، یعنی یعقوب یوسف، گفت چون این است میلت، چون این است میلت خیر باد. گفت چون اینو دوست داری، برو تفرج کن. هر ضریری که از مسیحی سر کشد، او جهودانه بماند از رشد. اگر عیسای مسیحی اومد، اگر پیر اومد، دست کشیدی، سر کشیدی، بدون که تا همیشه از هدایت به خاطر لجبازی، جهودانه، یعنی اینجا منظور جهود یعنی لجبازی، نه به اون معنی دینه. قابل زو بود اگر چه کور بود، شد از این اعراض او کور و کبود. میگه که درسته، زو یعنی روز، روشنایی. میگه قابل دیدن بود اگر چه کور بود، اما این هم کور شد هم کبود شد. گویدش عیسی بزن در من دو دست، ای عمی کحل عزیزی با من است. گفت به من دست منو بگیر، ای آدمی که کور هستی، سرمه مهمی تو دست منه، سرمه‌ای که اگر بکشم به چشمت، کوری رو از بین میبره. از من ار کوری بیابی روشنی، بر قمیص یوسف جان برزنی. قمیص یعنی پیراهن. میگه اگر تو به من دست بدی، یعنی دست به دست حضرت عیسی مسیح، یعنی اون پیر طریقت بدی، اون پیراهن جان، پیراهن یوسف رو که یعقوب بو کرد، گفت پسرم زنده است، میتونه یک همچون بویی رو، یک همچون مسیری رو، یک همچون بانگ جرسی رو برات باز کنه که حرکت کنی. کاروباری کت رسد بعد شکست، اندران اقبال و منهاج ره است. کاروباری که ندارد پا و سر، ترک کن ای پیر خر. کاری که یک عمر چنین زندگی کردی و هیچ نتیجه ای نداشت، این رو رها کن. حالا به این توجه کنید. غیر پیر استاد و سلشگر مباد، پیر گردون نی ولی پیر رشاد. میگه من به معنی پیر زمانه و عمر نمیگم، به معنی پیر هدایت میگم. در زمان چون پیر را شد زیر دست، روشنایی دید آن ظلمت پرست. من بارها خدمتتون عرض کردم که ما صحبتهایی رو از مولانا نقل میکنم خدمتتون، و ببینید تمام صحبتهای فلسفی که کردم در زمان، در این شاید پاییز، اوایل زمستون و بعد تا سال قبل، بحثم این بود که ما در مسیرهای فلسفی راهکار نمیگیریم. میگه این هست که هستش، چون استدلال
وجود نداره بر این، ولی مولانا به ما راهکار میده، میگه یکی از این راهکارها وجود خود پیره. در زمان چون پیر را شد زیر دست، یعنی پیر رو پذیرفت. بذار یعنی چی؟ ببینید چی میگه. شرط تسلیم است نه کار دراز. توجه کنید، شرط تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در زلالت ترک تاز. دوباره میخونم، شرط تسلیم است نه کار دراز. میگه ببین، من مولانا دارم این راهکار رو بهت میدم، دیگه خودت میدونی نه من جای تو زندگی میکنم نه تو جای من زندگی میکنی. اون چی که مهمه، مسئله اینه که تو تسلیم بشی در قبال پیر، چون روشنایی اون پیر تو رو میکشونه. نه اینکه هی بشینی زیم زوم زوم کنی، نه اینکه هی بشینی ریاضت های طولانی بکشی، نه اینکه هی بشینی سما کنی، هر چی باشه، فکر نکنی فقط بدی، هر کدومش همینطوره. شکنجه های بدنی، کارهای عبادی، تمام اینهایی رو که بکنی، کار دراز به دردت نمیخوره. اون چیزی که تغییر میده، اون چیزی که تغییر میده پیره. ولی شرط تسلیم بودن مطلقه. میگه من اینا رو توضیح دادم، بر نمیگردم، فقط کسایی با ما آشنایی ندارن فکر نکنن به همون ساده لوحی که اونا میفهمن ما داریم این حرفا رو میزنیم. سالهاست دارم این چیزا رو توضیح میدم که اصلا تو چه مرحله هایی باید بری. اما اونه که به تو میگه الان مراقبه کن، مدیتیت کن، الان نکن، الان برو پی تفریحت، الان این کار رو بکن. شرط تسلیم است نه کار دراز. پس میبینید ما در اینجا در مسیر عرفانی خود مولویه که من همه میگم شاخصهای متفاوت، با شرایطی که مولانا مشخص کرد دقیقا پیر یعنی چی و 8 سال من این توضیحات رو دادم که بابا باور نکنید، درسته تمام اینها رو من گفتم، اما نه پیر رو باور کنید نه اینا، همش حق بازی. تو باید با اون پیر برسی که شرایطی که رو توضیح دادم، و اون پیر باید با تو برسه طوری که مولانا و شمس به هم رسیدن، با کار دراز، با اینکه تو نون نخوری، گوشت نخوری، آب نخوری، نمیدونم روزی 5 ساعت مراقبه کنی، هیچ اتفاقی نمیفته الا اینکه بعد از یه مدتی خسته میشی. میگه عزیز من، شما وقتی تجارت میکنی، ببین، شرط تسلیم است نه کار دراز، سود نبود در زلالت ترک تاز. آقا جان، مثلا دارم میگم، من وقتی دارم معامله میکنم، میخرم مثلا 10 تومن میفروشم 5 تومن، خب من دارم ضرر میکنم، تو این چه سودی دارم میکنم؟ اینا ضرره. میگه که تو باید تسلیم باشی. اگر تسلیم مطلق بودی راه میبری، نبودی نمیبری. بذارین، خیلی صحبت‌ها طولانی شد، یه داستانی براتون تعریف کنم. یه دفعه این تو ذهنم اومد، میگن در زمان خلیفه دوم عمر ابن خطاب در زمان اسلام به خلیفه گفتن که آقا جان، یه آقایی هست به نام سمانه یا سماله، حالا همین الان داستان تو ذهنم اومد، اسمش رو درست میگم نمیگم تو ذهنم نیست، یه شمشیری داره که به سنگ میزنه سنگو میشکافه. عمر برای این نامه میفرسته که آقا جان یه همچون شمشیر رو بده به من که من بتونم برای اسلام فتوحات کنم. وقتی که شمشیر رو میفرسته برای عمر، عمر نگاه میکنه، میزنه، این شمشیر خودش از این بهتره. میگه آقا این همون شمشیره؟ میگه بله. میگه پس آخه چی کاری نمیکنه؟ میگه بله، این شمشیر همون شمشیره، اما شما بازوی من رو در نظر بگیریم، بازوی اون فرده که به اون شمشیر اون حیات رو میده. توجه میکنی؟ پس اون چیزی که راهکار این داستانه، کار دراز نیست، ریاضت های طاقت فرسای مرتازانه نیست، اون چی که وجود داره تسلیمه.
من نجویم زین سپس راه اسیر. اسیر با سه نقطه یعنی آسمانی، مثلا فرشته اسیریه، ارواح اسیریان. او آسمانی هم که ما میگیم آسمان بطلمیوس رو نمیگیم، آسمان معنا رو میگیم که الان مولانا بهش اشاره میکنه. پس اسیر با سه نقطه یعنی آسمانی به این معنی که من گفتم. میگه من نجویم زین سپس راه اسیر، من به دنبال این نیستم که به ملکوت برسم، من به دنبال این نیستم که برم راه به نور پیدا کنم، من دنبال راه اسیری فرشته‌ای آسمانی دنبال هیچی نیستم. من نجویم زین سپس راه اسیر، پیر جویم پیر جویم پیر پیر. توجه میکنید این یکی دیگه از راهکارهای مهمیه که در کنار تمام این راهکارهایی که من عرض کردم مولانا داره خدمت مولانا داره به در خدمت مولانا داریم میآموزیم. پیر باشد نردبان آسمان، تیر پران از که گردد؟ از کمان. میگه سکوی پرتابت پیره، همونجور که تیر فقط از کمان در میره. نز ابراهیم نمرود گران، کرد با کرکس سفر بر آسمان. میگه نز ابراهیم، میگه در زمان ابراهیم، چون میدونین حضرت ابراهیم گفت خدای من در اصل داستانی که شنیدین، خدای من میمیرانه و زنده میکنه، این آورد نمرود، یکی رو کشت یکی رو آزاد کرد از زندانی ها. ابراهیم گفتش که خدای من آفتاب از شرق در میاره در غرب میبره، تو برعکسشو بکن. اونجا نمرود میدونید پرواز کرد به آسمان فیزیکی، یعنی رفت بالا، چون ابراهیم گفته بود که خدای من در آسمانه. اون خیال میکرد که این آسمان بطلمیوسی رو داره میگه. از هوا شد سوی بالا او بسی، لیک برگردون نپرد کرکسی. میگه عزیز من با کرکس تو نمیتونی بری رو گردون، کرکس نمیتونه به اصطلاح جو رها کنه بره تو فضا. حالا چی داره میگه؟ گفتش ابراهیم ای مرد سفر، کرکست من باشم اینت خوبتر. گفت به جای این که با کرکس بپری، اگر با پر من بپری خیلی بهتره. چون زمن سازی به بالا نردبان، بی پریدن بر روی بر آسمان. بدون این که بپری، اگر من رو، یعنی ابراهیم رو، اگر من رو نردبان کنی، اگر من رو پر من رو استفاده کنی، به آسمان خواهی رفت بدون پریدن. حالا یعنی چی؟ آنچنان که می رود غرب و آنچنان که می رود تا غرب و شرق، بیززاد و راهله در راهله دل همچو برق. راهله یعنی مرکب. میگه شما به محض این که تصور میکنی، مثلا توی ایرانی، مثلا توی آمریکایی، این حرکت میکنی بدون هیچ مرکبی. آنچنان که می رود شب ز اقتراب، حس مردم شهرها در وقت خواب. اقتراب یعنی دور شدن، وقتی که آدم ها قریب شدن، وقتی که آدم ها می خوابن و قریب میشن نسبت به حسشون، به عالم خواب میره. آنچنان که عارف از راه نهان، خوش نشسته می رود در صد جهان. میگه همونطوری که عارف در صد جهان حرکت میکنه. حالا اگر بعضی ها گفتن منظور دنیاهای موازیه، اینا من کاری به اون داستاناش ندارم، در همه جا حرکت میکنه بدون این که از جاش حرکت کنه. گر ندانستش چنین رفتار دست، این خبرها زان ولایت از کی است. میگه اگر ما این جهانهایی که رفته بودیم و این صحبتهایی که من دارم میکنم همه اینها بی خود بود، پس چطور ما از تمام دنیا خبر داریم؟ منظور جهانهای متفاوت معنویه. میگه من یک حس نهانی رو دارم بهتون پیشنهاد میکنم، یک راه نهانی وجود داره که عرفا از این استفاده میکنن و عرفا به این وسیله میرن به آسمان معنا، نه آسمان بطلمیوسی. رسیدیم به حضرت ابراهیم. ببینید
من یه نکته رو باید در کنار تمام این عرایزی که داشتم این رو تکمیل میکنم. تصمیم رو شما میگیرین، هیچ کس جای هیچ کس نمیتونه زندگی کنه. اون چیزی رو هم که دارم میگم افسانه است، واقعیت، هرچی هست منظور نظر ما رو میرسونه. اون چیزی که ما در هستی اوریان به عنوان روش مولویه داریم مطرح میکنیم، ما نه به دنبال جادو هستیم، نه به دنبال عالم اسیری رفتن هستیم، نه دنبال جن و پری هستیم، نه دنبال قدرت معنوی. قدرت معنوی رو وقتی داری میارزه که نفست پاکه، و الا قدرت چه معنوی چه مادی وقتی که در اسارت هویت فکری ویرانگره. ما اگر قدرت رو میگیم، اگر در مسیر مولوی قدرت رو میدن، به نفس پاک میدن، به نفس آلوده محاله بدن. به عرضم خیلی عنایت کنید، این کل فلسفه هستی اوریانه. یعنی شما بدونید ما دنبال هیچ کدوم از اینها غیر از اینی که مولانا گفت نیستیم. شما در اسطوره ها شنیدید زمانی که ابراهیم رفت همه بت ها رو شکست و تبر رو داد دست بت بزرگ و خلاصه گفت این بت اصلی بوده که حالا میگن مجسمه خود نمرود بوده، کار ندارم. اومدن و اینو چیز کردن و محاکمه کردن و خلاصه به نتیجه رسوندن که اینو باید زنده زنده تو آتیش بسوزونن. میدونید منجنیقی رو آوردن، اینو گذاشتن تو منجنیق و از تو منجنیق رهاش کردن در آتشی که میگن شش فرسخه. شش فرسخ بوده چون تمام بابل، تمام شهر اومدن هر کی هیزمی داشت اونجا اضافه کرد. میگن وقتی که ابراهیم رو میخواستن پرتاب کنن، اینا نکته ماست، اومد و گفتش که جبرئیل بر ابراهیم نازل شد، گفتش که ابراهیم از من کمکی میخوای؟ گفت نه. بسیار برز من عنایت کنید، این همون چیزیه که ما از دلیل راهی که مولانا میگفت، از هر چیزی که مولانا میگفت داریم فرامو، فقط دنبال منافعمونیم. من اگر الان خودم توی مشکلیم، بچم توی مشکلیه، عزیزم توی مشکلیه، جبرئیل که جای خود داره، فلان شیاده میاد میگه اینقدر من بده من درستش میکنم، دعا و تلسم بلدم، با جون و دل میدیم. این مسیر ما نیست. ابراهیم به جبرئیل گفت نه، من کمکی نمیخوام. گفت ابراهیم از خدا بخوا که کمکت کنه. گفت جبرئیل همین این که خدا از حال من آگاهه برای من کافیه. یعنی اگر بخواد نجاتم بده نجاتم میده، اگر نخواد نجاتم بده حتما صلاح در اینه که نجات پیدا نکنم. شرط تسلیم است. یعنی وقتی که من در رو در روی با واقعیت ها ترسی ندارم، حرفایی که از اول تا اینجا زدم، با واقعیت رو در رو میشم، در کنار این جرفای روانی و شکفتگی جرفای روانی در درون روان من، اعماق روان من، من آفرینش رو در بی زمانی که هستی و ناشناخته پایان ناپذیره دارم یک درکی پیدا میکنم. وقتی که میدونم اونم به من درک داره، من مطلقاً تسلیمم، من مطلقاً تسلیمم. این داستان حضرت ابراهیم واقعیت، ما کاری نداریم، افسانه است، ما کاری نداریم. اما این موضوع رو داره میرسونه که ارتباط بودا، ارتباط مولانا با حقیقت هستی از این قسمه. ما حرفمون اینه، از این قسمه که میگه همین این که بر حال من آگاهه، دیگه تصمیم اون باید بگیره. من به اون چون و چرا نمی کنم، میگه نه تو رو خدا من نجات بده. و از این ور این، یعنی ابراهیم
ارتباط رو داره. اون موضوعی رو که ما داریم در هستی اوریان دنبال میکنیم، رقصیدن با سمفونی هستیه، رقص با سمفونی هستیه، نه اینکه اون میزنه منم بگیرم بزنم بگم آقا منم منافع دارم. این اون مسیر معنویه. پس اون چیزی رو که تا اینجا صحبت شد، صحبتهایی که من بارها خدمتون عرض کردم، یک جنبندی کلی بکنم. ما با مدیتیشن با هیچ چیزی مخالفت نداریم، ما با هیچ کس در هیچ زمینه ای مخالف، هر کی هر عقیده ای داره برای خودش محترمه. اما اونجایی ما مسئله داریم که من نوعی 8 مرحله 6 مرحله 7 مرحله بودا رو اصلا نمیفهمم، اما مدیتیشنش رو میفهمم. چرا؟ چون خود سوس میشم، یه خورده همچین حالم خوب میشه، دوباره میتونم برم اجتماع و سیستم سرمایه‌داری رو سمو بکشه، بیشتر ازم پول دراره، بردگی رو دوست دارم دیگه. توجه میکنی؟ مشکل اونجاست. بودا طریقتشو برای سود بردن اجتماع، سود بردن مادی اجتماع و یا سیستم های کپیتالیستی و سوسیالیستی پایه‌ریزی نکرده، برای رهایی انسان ها در رقصیدن با سمفونی هستی قرار داده. اینها میشه تخریب، اینها میشه سوء استفاده از طریقت بودا. و بعد راهکاری رو که مولانا مطرح میکنه، صحبت هایی که بارها من کردم، عزیز من، تخمی که شما وقتی میکارین نمیرین با دست بگیرین بکشینش بیاد بالا، این خودش باید جونه بزنه بیاد بالا. آفتاب میخواد، آب میخواد، آفتاب وجود پیره، همه اینا رو میخواد. اما با توجه به تمام مراحل آگاهی که ما صحبت کردیم و بسیاری صحبت های دیگه، الان داریم اینو مطرح میکنیم. یعنی عزیزی، تویی که این کلام حرفو میفهمی، شاید برات قابل درک نباشه، باید بری صحبتهای دیگر رو گوش کنی، ببینی چی گفتیم که ما امروز اینو گفتیم. فقط با یک کلمه مخالف اون توهماتی که برای تو ساختن یا برای خودت ساختی، با یک موضوعی مخالفت کردن هنر هیچ کس نیست. توجه میکنی؟ هنر هیچ کس نیست. ببین چی گفته میشه. همه جهان اونی نیست که من نوعی فهمیدم. میگه 60 سال رفتی، حالا 40 سال رفتی، 30 سال رفتی، ای بابا هرچی هست بذار بریم ولش کن دیگه، باد آباد، باد آباد، زندگی توه. اما دیگه انا ظلمنا را انداز، اما دیگه نگو راهی رو که داری میری در خارستان کویر این تباهیه، به تباهی رسیدی، دیگه گریه‌وزاری نکن. این کل صحبتهاییه که تا اینجا داشتیم. یعنی من امیدوارم تونسته باشم که بسیاری از راهکارها رو روشن کرده باشم. به هر حال داستان رو رسیدیم تا تقریبا اواخرش، امیدوارم توی یک دو جلسه آینده بتونم داستان رو تموم کنم و به پرسش های شما عزیزان پاسخ بدم. به هر حال همه تون رو به خدا میسپارم تا هفته آینده. روابط عمومی هستی اوریان.